الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما خوبان و عزیزان در هر جایی که هستین، در پناه خداوند بزرگ باشین. خوشحال هستم که با ویدیوی دیگر در مضمون ESP خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز، کوشش میکنیم که بحث ها رو به شکل سیستماتیک، همان طور که ما بخش های بسیار متعدد ESP.net در بخش کنترل ها به شکل پراکتیک خدمت شما بودیم و حالا هم بعض موضوعات دیگر را که مطرح میکنیم، دوستان کوشش میکنیم که به شکل پراکتیک خدمت شما باشیم و شما کوشش بکنید کتابتان خودتان چیکنید، مطالعه بکنید و ما با استفاده از کتاب فقط جنبه های پراکتیکی آنها را میایم تحت ویدیوهای خاص خدمت شما قرار میدیم تا شما بتوانید مضمون ESP.net به شکل پراکتیک چیکنید یاد بگیرید. دوستان عزیز، اساسات و کنترل های ESP.NET بسیار مهم هست. شما نیاز دارید که اینها را همهشون بیاموزین تا بتوانید که اپلیکیشن های بسیار خوب را تحت .NET چیکنین طراحی بکنین، به ویژه در تحت وب اپلیکیشن. چقدر خوب هست که شما اینها را یک و یک تعقیب بکنین. دوستان عزیز، به خاطر کار جدید ما میریم وارد میشیم ویژوال استودیو 2019. ویژوال استودیو رو لانچ میکنیم، منتظر میباشیم تا لانچ اون کریت نیو پروجکت میزنیم، پروجکت جدید خود میزنیم. امروز میریم سرچ میزنیم برنامه ESP. دوستان کوشش بکنین که ویدیوهای قبلی رو همیشه ببینین. دوستان اگر اونها رو نبینین شما نمیتونین که پروژه ها رو چیکونین جور بکنین. قسمت نیکست میزنیم، میایم در اینجا وب اپلیکیشن تری ما میتونیم که چیکونیم دیمو وب اپلیکیشن نامش رو درج میکنیم. دوستان سولوشن نیم اینها بس شدن، لازم نیست. کریت میکنیم پروژه مون را از نوع امپتی کریت میکنیم. درست دوستان، اینجا قسمت کریت میزنیم، منتظر میشیم چند لحظه تا پروژه ما چه شون کریت شون تا ما بتونیم درس امروزی را به شکل درستش انشاءالله خدمت شما چی کنیم بحث بکنیم و شما هم بتونید این مفاهیم را جزء برنامه های فکری و کارتان چی کنین انجام بدید. خب دوستان عزیز، همینطور که منتظر هستیم تا پروژه ایجاد چند، امروز در تسلسل بحث های قبلی روی لیست باکس در واقع ما بحث میکنیم و این لیست باکس ها رو ببینیم که با اینها ما چه کارها میتونیم در محیط وب اپلیکیشن. و از این جمله میایم در قسمت پروژکت ما کریت ات ات نیو پروژکتس اد نیو پروژکت ما نامی کنیم، میگیم وب فارم. اوکی، وب فارم تحت عنوان هوم داد اس پی اکس در حرف کلان هوم دوکی انتر میزنیم، صفحه برای ما چی میشه؟ کریت میشه. زمان صفحه وب کرید میشه. دوستان اینجا ما تحت نام home.spx داریم، این محتویات ها شما میدانین. ما نیاز داریم که بریم به سطح دیزاین، در قسمت دیزاین، در قسمت کنترل ها، تول باکس. در قسمت تول باکس ما دوستان در اینجا آمدیم روی ایمیج ها، روی در واقع بتن، در واقع روی چک باکس، در واقع دراپ داون لیست اینها صحبت شدن و ما کوشش میکنیم روی لینک بتن، روی بتن، روی لیبل، روی تول تکست باکس، همه اینها رو ما یک و یک بحث کردیم در ویدیوهای قبلی که انشاءالله شما بتونید اونها رو ببینید و جنبه های پراکتیک اونها رو به شکل حرفه‌ای بیاموزید. دوستان عزیز، یک از بحث های بسیار مهم در اینجا به نام لیست باکس هست. وقتی شما لیست باکس دراگ اند دراپ میکنید در قسمت ویژوال استودیو، شما در اینجا میتونین که در قسمت ساختار ESP.NET با استفاده از کنترل های هم که ما در قسمت لیست باکس مطرح میکنیم اینجا وجود دارن. دوستان قسمت سورس بیاین، در اینجا یک لیست باکس جور شده، در واقع لیست باکس ID لیست باکس درست است، در اینجا وجود دارن. شما هایا میتونین دوستان از اینجا به فرض مثال چند قانون هست در اینجا، ما اگه بخوایم که آیتم در داخل لیست باکس ها اضافه بکنیم چی کار بکنیم؟ دوستان ما 3-4 قانونی داریم که اینها رو میتونیم لیست در داخل لیست باکس آیتم اضافه بکنیم. این لیست باکس ها چی میکنن؟ کلکشن اف لیست ممکن است برای ما نشان بده که ما از اونجا سلیکت بکنیم، بتونیم این سلیکت خود روی کلاینت سایت اجرا بکنیم یا ممکن است اینها رو به سمت سرور بفرستیم. خب عالی، چقدر خوب. بیاین روی دیزاین میایم، روی دیزاین، روی گزینه لیست باکس کلیک میزنم، دو ساروی بتن کلیک میکنم، در اینجا چوز دیتا سورس. ما میتونیم لیست باکس را به دیتابیس وصل بکنیم، دیتا سورس سیکول سرور، ممکن است با هر RDBMS که باشن درست شما کدینگ بکنید. و همچنان ما میتونیم که در اینجا چی کنیم؟ هر آیتم بگیم. شما زمانی که هر آیتم میگیم، ما میخوایم که روی لیست باکس چی کنیم دوستا؟ آیتم اضافه بکنیم. این آیتم ها زمان اضافه میشه که ما بخوایم از اینها بعدا استفاده بکنیم و استفاده اینها باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما بتونیم هم بتونیم اطلاعات لیست باکس رو به سمت سرور بفرستیم، به دیتابیس ذخیره بکنیم و هم در محتویات کلاینت ما اینها رو چی کنیم؟ ذخیره داشته باشیم. خب میگیم عالی. میایم در قسمت چی؟ از اینجا یک گزینه هست دوستا. اگر به فرض مثال ما میگیم اد، در اینجا چی میگه دوستا؟ میگه تکس، میگه تکس رو که میخواین لیست باکس نشان بده اینجا درج بکنیم. به فرض مثال من میگم در اینجا درج میکنم به نام ماستر. اوکی، very good ماستر. اما ولیو ایشان اینجا خود تکس میگیره، من میگم ولیوی ماستر به فرض مثال صفر باشه. اوکی، کلیک میزنم.
شما اگر متوجه باشین وقتی کلیک میزنم یک آیتم برای اضافه میشه تحت نام ماستر. دوستان ما از قسمت گزینه سورس اگر بریم در اینجا ما داریم لیست آیتم ولیوی صفر و از تکسش نوی چیست ماستر هست در داخل چی؟ لیست آیتم اضافه شده. دوستان ما لیست باکس داریم، داخل لیست باکس ما نیاز داریم که لیست آیتم چی کنیم؟ اضافه بکنیم. خب عالی، شما میگین اگر که ما اینطور نباشه میخوایم که به شکل گرافیک اجرا نکنیم، در گزینه کلیک نکنیم و آیتم نبیاییم در اینجا، ما های گزینه دیگری داریم؟ بله. میخواییم که از اینجا هم چی میکنیم؟ اضافه میکنیم، میگیم اوکی، میگیم ASP آیتم. ببینید دوستا وقتی که ASP آیتم میزنین، خود ASP زمینه رو برای شما مساعد میکنه که از نوع ولیو به فرض مثال یک میزنیم، در اینجا کلوز میکنیم، ما میگیم در اینجا چی باشن؟ PHPHD باشن. وقتی ما میام روی گزینه دیزاین در اینجا کلیک میزنیم، دو آیتم برای ما چی میشه؟ علامه میشه. پس ما فهمیدیم در اینجا از دو نگاه، یک نگاه که توسط یک گزینه کلیک میکنیم از محتویات دیزاین، توسط ادیت آیتم در اینجا چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. و گزینه بعدی روی سورس میریم، خود ما چی میکنیم؟ با استفاده از تگ ها، ساختارها چی میکنیم؟ اینجا اد میکنیم. خب در قسمت بعدی هم ما میتونیم که یک لیست آیتمی دیگه بسازم، در اینجا ولیویش قرار بتیم چی؟ ولیویش قرار بتیم به دو و تکسش قرار بتیم به فرض مثال p.phd یعنی post phd، درست است یعنی پروفیسور. خب وقتی شما گزینه دیزاین میزنید در اینجا میایید میگیم بله اوکی، در اینجا گزینه بعدی هم چی میشه؟ اضافه میشه. اوکی شما میگین های دیگر راهی وجود داره که ما روی گزینه کلیک بزنیم؟ بیایم روی پروپرتی. در قسمت پروپرتی دوستان شما میتونین که گزینه لیست باکس ات گزینه های خیلی متعددی در قسمت پروپرتی خود لیست باکس داره که انشالله شما اینها رو چیکار آموزش ببینید. یک از چیزهای بسیار مهم برام آیدی هست که شما بتونید از طریق آیدی این در محتوای برنامه نویسی کد بکنید و اینها رو شناسایی بکنید. دوستان اگر من در قسمت کلیک میزنم میام ویو سورس کد، در اینجا به فرض مثال لیست باکس من کلیک میزنم چی؟ لیست باکس. چی؟ لیست باکس یک برای ما ظاهر میشه. لیست باکس یک چی میشه؟ در اینجا خوانده میشه. ما میتونیم با استفاده از محیط CA سی شارپ بتونیم روی کنترل های خود چیکنیم؟ کار بکنیم و از طریق این کنترل ها ما بعضی عملیات چیکنیم؟ اجرا بکنیم. اما ما میخواهیم که در اینجا لیست باکس یک هست، ببینید دوستا وقتی من میزنم چه سر لیست باکس یک هست. اوکی لیست باکس یک، خیلی عالی. میگیم items dot، ما در اینجا میکنیم چی؟ item. اگر item میگیرین در اینجا میتونید که item چی کنید؟ ذخیره بکنید. خب من میگم نه، من برای این کار ندارم، میخوایم که نام ایره تغییر بتوم از لیست. ممکن است ما چندین لیست باکس داشته باشیم. در گزینه دیزاین من دوستا در قسمت اینجا ویو در قسمت بهم چی؟ لیست باکس تغییر میتوم به فرض مثال education، در واقع education list درست است، education list enter میزن. حالا وقتی که شما روی سورس میایین در واقع آیدی لیست باکس ما تبدیل میشه به چی؟ education list. درست است دوستان، education list. پس ما میتونیم از راه های مختلف ساختارهای لیست باکس ما رو چی میکنیم؟ تغییر میدیم. به فرض مثال ما اینجا داریم font color یا color font bold equal to true باشه، آنچه تکسر که ما دا داخل لیست باکس اضافه میکنیم چی شوند دوستا؟ ترو شوند. تمام تکس هایی را که ما آیتم هایی را که در داخل لیست باکس داریم فعلا چیست؟ بولد هست. درست هم دوستا بولد هست. شما میتونین از گزینه های بعدی دیگری همینجا استفاده بکنید. به فرض مثال بک کالر این را تغییر بتین به چی؟ به فرض مثال بک کالرش تغییر میتین به چی؟ یلو. میگیم بک کالر این چی باشه؟ به یلو باشه. اگر شما متوجه باشین میتونید که این را تغییر بتین به یلو. ما سایز زیر گرفتیم، از اینجا چی کردیم؟ سایزش را ریسایز کردیم، یعنی کلان کردیم. اگر شما اینجا بیاین در قسمت سایز در اینجا میگه بک‌گراند کالرش یلو است و وایتش چند است؟ 220 پیکسل هست. ما میتونیم رو چیکنیم؟ تغییر بدیم. به فرض مثال اگر سایز شما خود ما از اینجا تعیین میکنیم 200 میزنیم، وقتی در دیزاین میایم اتومات سایزش چی میکنه؟ برای ما تغییر میکنه. پس ما میتونیم پراپرتی های زیاده را از طریق تگ ها، ساختار ها اینجا اد بکنیم و همچنان میتونیم که بیایم روی چی؟ روی دیزاین بیایم، گزینه دیزاین کلیک بزنیم، روی پراپرتی در اینجا بیایم چی کنیم؟ تمام پراپرتی اینها رو چی کنیم؟ تغییر بدیم. نکته دومی که دوستا در اینجا وجود داره، شما میتونیم در اینجا چی کنیم؟ آیتم میشه اد بکنیم از نقطه چی؟ پراپرتی. یک طریق سومی که شما از اینجا میتونید چی کنید؟ اضافه بکنید. خب شما در اینجا میگه چی؟ اد کو، اد چی؟ یک گزینه دیگه به نام چی؟ بچلر. ولیوش به فرض مثال ما میتیم چی؟ سه. اوکی سه.
وقتی اد میکنیم آیتیم بعدی ما هم در اینجا چی میشه؟ اضافه میشه. ببینید دوستان، ما در اینجا رو داریم، تعداد رو به 4 هست. ممکن است ما را چی میکنیم؟ به 6. تعداد روش از 4 به 6 انتقال پیدا میکنه. درست است دوستان؟ ببینین اضافه میشه در اینجا. همچنان ما میتونیم که چیکنیم؟ سلکشن مودش از اینجا تغییر بدیم. میتونیم که مولتیپل سلکشن باشه یا سینگل سلکشن باشه. دوستان حالا ما میخوایم که چیکنیم؟ برنامه رو اجرا بکنیم. برنامه رو چی میکنیم؟ اجرا میکنیم ببینیم که آیا لیست باکس رو که ما اینجا اضافه کردیم، کارهای رو روش انجام دادیم، درست کار میکنن یا خیر. شما دوستان از اینها رو در مختلف نقاط از اپلیکیشنتون میتونید چیکنید؟ استفاده بکنید که انشاءالله شما هم اینها رو تعقیب بکنید تا بتونید از لیست باکس های خود در محیط برنامه نویسی بیشتر چیکنید؟ استفاده بکنید. خب دوستان عزیز، منتظر میباشیم تا صفحه ویب ما چی شوند؟ باز شوند. درست است؟ تا صفحه ویب ما چی شوند؟ باز شوند. خب منتظر میباشیم تا صفحه ویب ما چی شوند؟ باز شوند. حالا دوستان ما سینگل سلکشن داریم در اینجا، درست است؟ ما میتونیم فقط یک آیتم چی کنیم؟ سلک بکنیم. چی؟ یک آیتم چی میکنیم؟ سلک میکنیم. اما اگر شما بیاین در گزینه پراپرتی ای در اینجا چی کنین؟ سلکشن مودش به مولتیپل تغییر بتین، میتونین که اینها رو چی کنین؟ چندین سلکشن داشته باشین. از این لحاظ لیست باکس از خود پراپرتی های خیلی چی دارن؟ زیادی دارن که ما باید اینها رو چی کنیم؟ مطالعه بکنیم. دوستان عزیز، در اینجا ما چی داریم؟ 4 تا آیتم داریم. 4 تا آیتم داریم. ما میخوایم چی کنیم؟ در تول تیپش تغییر میتیم، میگیم پلیز سلیکت چی؟ سلیکت آیتم و آیتم چی کنیم؟ انتخاب بکنیم. ما در این گزینه میخوایم چی کنیم؟ یک بتن دیگه هم چی کنیم؟ اضافه بکنیم. خب خیلی عالی، منتظر میباشیم تا بتن چی شون؟ اضافه شون. اوکی، یک بتن هم در اینجا چی کردیم؟ اضافه کردیم. میایم روی گزینه سورس، در قسمت سورس اینجا یک بریک لاین میزنیم. درستن؟ یک چی؟ بریک لاین. بریک لاین دوستان تک HTML هست که شما میتونید استفاده بکنید به خاطر چی؟ ساختارهایی که شما نیاز دارید. خب در این گزینه کلیک میزنیم، پراپرتی های لیست باکس دوستان زیاد هم. ما در این قسمت میگیم response.write که دوستان میخواییم چی کنیم؟ text count به فرض مثال چه مقدار تکس هست در اینجا کنکتنیت میکنیم، میگیم چی؟ لیست باکسی. ببینیم دوستا که لیست باکس ما اسمش به چی تغییر دادیم. یک بار نگاه بکنیم، در قسمت آمدیم به نام چی؟ سر education list است. ما در قسمت چی میاییم دوستا؟ education list. خب در education list plus education list dot، درست است؟ چی رو میخواین؟ selected value میخواین؟ item میخواین؟ چی رو میخواین؟ چی کنین؟ count. ما میخواییم چی؟ item میشه count بکنه. item dot چی؟ count dot count. و شما چی میکنه دوستا؟ تعداد آیتمی که در اینجا وجود دارن باید برای ما چیکنه؟ count بکنه. این پراپرتی های زیادی دارن که ما شما نیاز داریم که اینها رو همشون چیکنیم دوستان؟ مطالعه بکنیم. خب وقتی که گزینه سایت ما بالا میاد، در واقع منتظر میباشیم تا صفحه وب پیج ما چی میشه؟ بالا میاد. text count for us 4 تا اینجا چی شدن؟ count شدن. این در مرحله پست بک است. 1 2 3 4. اگر ما میخوایم یک آیتم دیگه هم در اضافه بکنیم، در واقع text count ما بیشتر میشه. خب در گزینه میایم، به فرض مثال میگیم چی؟ آیتم دیپلم. یک آیتم دیگه هم داخلش چی میکنیم؟ اد میکنیم به نام چی؟ دیپلم. اوکی، در اینجا گزینه چی میزنیم؟ تکسش 5 میزنیم. ول اوکی، اد میکنیم. پس سایت چی میکنیم؟ بالا میاریم. سایت چی میکنیم دوستا؟ بالا میاریم. دوستا این کنترل ها خیلی زیاد هن و امیدوار هستم که شما موضوعات درست تعقیب بکنید تا بتونید اینها رو چیکن پوشش بدین، یاد بگیرید. ببینید گزینه تکس کاون ما چه سن 5 هست. یعنی اگر ما بخوایم قشنگ رو طراحی بکنیم از لحاظ تکس دیزاینش، در اینجا میایم چی؟ در محیط هوم پکس با فرض مثال میایم ویو کد، در ویو کد در قسمت بک سلش تی بزنم، بک سلش تی. اوکی، ول در اینجا چی میکنه؟ درست کار میده. خب حالا میریم به طرف وب اپلیکیشن ما که انشاءالله هم همین طور باشد. اوکی، لیست آیتم. درست است دوستان، در قسمت یک اسپیس دارد. دوستان عزیز، قسمت بعدی پراپرتی دیگری که دارن ما چی میکنیم؟ پراپرتی های دیگرشان در جلسه آینده انشاءالله روش بحث میکنیم دوستان. تا ویدیوی بعدی خدمت شما عزیزان قرار میگرم. همه شما خوب، خوشحال و سرحال باشین. خداوند نگهدارشون.